قسمت دوم اینجا مت در واقع همونطور که شما میدید این خط اینجا خیلی بالاست، اکثر اینا پریسته و فقط این 5 تا عنوان بالا رو داره که البته تقریبا میشه گفت اینام نمیشه خیلی متفاوت نیستن، ولی خب یه استار فیلتر داره که شاید شما خیلی استفاده بکنید و یه دیفیوژن. الان با هم میبینیم این کاری که انجام میده. من فقط قبلش یه خود کنتراست تصویر رو بیشتر بکنم که یه ذره راحت تر مشخص بشه. مت دقیقا همون مت باکس جلو دوربین شماست و شما همونطور که احتمالا دیدید این مت باکستون میتونه یه فیلتر رنگی روش باشه مثل کالر فیلتر که اگر خواستید میتونید رنگش رو هم عوض بکنید، میتونه یه گرادیان روش داشته باشه، یه گرادیان رنگی روش داشته باشه، باز اگه خواستید میتونید رنگش رو عوض بکنید. این چیزیه که عکاسا خیلی ازش استفاده میکردن قبلا برای تصاویری که علل خصوص مثلا تو کبیر عکاسی میکردن یا حالا خیلی از موارد دیگه که یک گرادیان روی تصویر اضافه میکردن. به طور مثال اگر مثلا این آسمون رو، حالا من اینجا این تصویر رو بخوام خیلی گرمش بکنم، میتونم فقط یک گرادیان بالاش اضافه بکنم و شما الان میتونید ببینید اتفاقی که میفته. این هم میتونه در واقع اینجوری استفاده بشه. یه چیزی هم که این وسط شما دارین یه اکسپوژر کامپنسیشنه که اگر تصویر شما تیره بکنه میتونید یه خود روشن‌ترش بکنید، از همه جا مستقیم دیگه نیاز نیست فیلتر دیگه اضافه بکنید، استرنگت یا میزان شدتش رو میتونید کم بکنید و رو فال آف میزان فدر و میزان نرمی این تیکه وسطه. اگر شما این رو بگیرید و جابجا بکنید میبینید این تیغه این وسط اگر من فال آف رو کم بکنم این لبه خیلی شارپ و تیز میشه، اگر زیادش بکنم خیلی نرم میشه. معمولا همون نیم فکر کنم عدد خیلی مناسبی باشه، مگر اینکه حالا من اینجا فرض کنید بخوام یکم کمترش بکنم که میشه این شکلیش کرد. اما دیفیوژن چیزیه که شما قاعدتا دیدید یه همچین اتفاقی که خیلی ها اینا از من راستش پرسیدن که این حس آفتاب سوختگی، این چیزی که نور خورده به یه قسمت های از تصویر و این نور اینجوری جهش پیدا کرده اومده بالا چجوریه، که شما اینو با این فیلتر دیفیوژن میتونید انجامش بدید. قبلا احتمالا شما اگه کار عکاسی کرده باشید دیدید که میتونید یه دیفیوژن روی لنز اضافه کنید و روی مت باکستون و یه همچین اتفاقی ایجاد میکنه و باعث میشه که یه همچین اتفاقی بیفته، جاهایی از تصویر که نور زیادی خوردن و هایلایت هست رو یه مقدار پخش میکنه اونها رو. اگر احساس کردید این اندازش زیاده میتونید کمش بکنید، میتونید میزان گلوش رو کم بکنید و اگر هم خواستید باز میتونید رنگش رو یه مقداری تغییر بدید. توی قسمت مت دیگه چیز خاص دیگه نمیمونه به غیر از این استار فیلتر که قاعدتا شما دیدید مخصوصا توی کاره نمیخوام بگم ولی خب میگم دیگه توی عروسی و اینه خیلی از این فیلتر استفاده میشد قبلا. قسمت های خیلی روشن تصویر رو این فیلتر استار فیلتر عکاس ها، این فیلتریه که توی عکاسی قبلا استفاده میشد که قسمت های هایلایت های شارپ تصویر رو میومد ستاره روش مینداخت، یه فیلتر بود که روش پور خط های زبدری بود که همچین چیزی رو ایجاد میکرد. باز شما اگه خواستید میتونید سایزش رو کم یا زیاد بکنید، میتونید بوستش رو کم و زیاد بکنید و حالا اگه دوست داشتید یه همچین چیزی ایجاد بکنید براش ترشهولد هم میاد میگه کجاها و تا چه سقفی از هایلایت ها رو انتخاب بکنه. اگر شما هرچی کمترش بکنید جاهای بیشتری رو توی تصویر انتخاب میکنه، خاکستری های اصطلاحاً تیره تری رو هم انتخاب میکنه، ولی هرچی این ترشهولد رو شما کمتر بکنید فقط خاکستری های روشنتر و فقط سفیدی ها رو انتخاب میکنه. زاویه‌اش هم طبیعتاً میتونید از اینجا عوض بکنید اگه خواستید و این هم از عنوان آخری که اینجا این استار فیلتر داره. توی قسمت لنز باز چند تا عنوان اینجا هست که
من کروماتیک ابریشن رو قبلا گفتم خدمتتون، توی درس بعدی من راستش راجع به این بیشتر صحبت میکنم.